معروف‌ترین هنرمند کلمبیایی زنده است. او نقاش و مجسمه‌ساز و نماد فرهنگ عامه‌پسند است که شهرتی جهانی دارد. اما فرای کار او چه چیزی وجود دارد؟ او چگونه به هنر خیش دست یافت؟ نمایشگاهی از فرناندو بوترو در شهر ایتالیایی اسپولتو تا ماه سپتامبر برگزار می‌شود. برای اولین بار آثارش و مدل‌های گچی او برای عموم به نمایش درمی‌آیند و او درباره آثارش، کشورش کلمبیا و فرایند صلح در آن با یورونیوز سخن گفته است. فرناندو بوترو، متشکرم که با ما هستید. خواهش میکنم. همه ما آثار برنزی شما را میشناسیم. چرا این بار در اسپولتو بر روی کارهایتان از جنس گچی تمرکز کردید؟ خب نمایشگاهی از آثار برنزی ارائه کردن کمی پیچیده است، زیرا بسیاری از آثار به مجموعه های عمومی خصوصی تعلق دارند. اما وقتی یک هنرمند یک مجسمه درست می کند، همواره مدل گچی را که قلب واقعی مجسمه سازی است حفظ می کند. گچ زیبا، اصیل و مادهی درخشنده است. همه این مجموعه را در محل کارم در پیترا سانتا در ایتالیا دارم. شهر اسپولتو به من اینجا در جشنواره اسپولتو محلی ممتاز برای نمایش 50 اثر ارائه کرد. منبع الهام شما از کجا میآید؟ دشوار میتوانم بگویم از کجا میآید. از همان روز اول علاقه زیادی به حجم داشتم. در ابتدا تنها یک ایده بود. میخواستم اشکالی قوسدار بیافرینم. با گذشت زمان و از طریق تاریخ هنر و سفرهایم در ایتالیا و نقاشی هایی از سده های 1400 و 1300 و از طریق هنرمندانی چون گیوتو، ماساچیو، چیرو، دلا فرانچسکا و دیگرانی همچون پاولو یوچلو توانستم اهمیت حجم را در نقاشی برای خودم توجیه کنم. کار من از منابع زیادی الهام میگیرد. هنر اتروسک، هنر پیشا کلمبیایی، هنر عامه پسند. ترکیبی است از همه اینها. همچون ترکیبی که در ذهن هنرمند شکل میگیرد. اما در نهایت وقتی فرد این آثار را نگاه میکند، تنها یک نام به ذهن میآید. بوترو. این اثر بوتروست و شما دیگر نیازی ندارید به آن نگاه کنید. این اثر من است. اما خب مطمئنا اگر کسی عمیق‌تر بنگرد میتواند ترکیب چیزهای زیادی را در آنها بیابد. Claro que si uno busca encuentra mil cosas que están ahí mezcladas. Usted. یک بار گفتید که من زن چاق را نقاشی نمی کنم. خب پس علاقه شما به حجم از کجا میآید؟ De dónde sale su interés en el volumen. معتقدم که حجم شکلی از بیان اروتیک و قالب پذیری است. این مسئله منشأ مهمترین انقلاب در هنر بوده. منظورم استفاده از حجم است. این توهم آفرینش روی یک سطح صاف، ایده ای فضا و چیزهایی که تنها به خاطر حجمشان وجود دارند است. کاری که من انجام دادم انقلابی فوق‌العاده بود، اما می‌خواستم از آن هم فراتر بروم. از طریق اشکال و حجم‌های هیجان انگیز من هیجان را بیان می‌کنم. هیجانی که شما وقتی به اثر هنری می‌نگرید با آن روبرو می‌شوید. فکر می‌کنم که وقتی به اثری هنری نگاه می‌کنید باید در آن تعمق کنید. همچنین معتقدم که حجم یک عنصر تجسمی و اروتیک در نقاشی است. نقاشی کشیدن باید لذت بخش باشد، اما یک نقاشی از شما به یاد دارم که آن را به پسر فوت شده تان تقدیم کرده بودید. پسری که از سواری میکرد اما نگاه از پر از حزن بود. نشان دادن خود در برابر دیگران چقدر دشوار است؟ نقاشی که از آن صحبت میکنید اثری است که بسیار برای من اهمیت دارد. معتقدم که این مهمترین نقاشی است که در کل دوران زندگیم کشیدم. پسرم پدریتوست که در یک تصادف اتومبیل کشته شد. این اولین نقاشی است که من پس از آن حادثه وحشتناک کشیدم. اثری که روح و قلبم را در آن نهادم تا به بیان خودم در این اثر بپردازم. معتقدم که این نقشی است که آنچه من هستم و آنچه من درباره نقاشی فکر میکنم را بیان میکند. این اثر در منطقه انتیوکیای کلمبیا در مدلین است. یافتن سبک خیش خیلی باید شورانگیز باشد، زیرا هر کسی به خودش انتقاداتی دارد. شما چگونه شجاعت خطر کردن را پیدا کردید؟ همانطوری که اکنون نقاشی میکنم کارم را آغاز کردم. نقاشی تمثیلی که سوژه را در نظر میگیرد انجام میدادم، در حالی که همه نقاشی آبستره میکشیدند. در آن زمان روشی مرسوم از نقاشی کشیدم بود. وقتی من کار هنری خودم را آغاز کردم هیچ کس به نقاشی های من نگاه نکرد. همه چیز باید آبستره می بود.
اعتقاداتم را حفظ کردم. معتقدم که نقاشی باید اینچنین باشد و به کمک آن همین امروز به موفقیت رسیدم، زیرا به اعتقاداتم اطمینان داشتم. شما نسبت به آنچه در دنیا رخ می‌دهد بی تفاوت نیستید. آیا از طریق هنرتان به سیاست ورزی می‌پردازید؟ موضوعات سیاسی را هم پوشش دادم. یک رشته نقاشی درباره خشونت در کولومبیا، درباره شکنجه در زندان عراقی ابو غریب کشیدم. دیکتاتورهای زیادی را نقاشی کردم. همچنین رهبران نظامی را وقتی تعداد زیادی از آنها در آمریکای لاتین حکومت می‌کردند. همچون همگان به سیاست علاقه‌مند هستم. از اخبار اطلاع دارم و تحت تأثیر بسیاری از اتفاقات امروز هم قرار دارم. همچون مهاجرت از کشورهای فقیر به اروپا، موضوعی رقت‌انگیز است و در این لحظه من به آن علاقه‌مندم و گاهی از طریق نقاشی به بیان خیش می‌پردازم. شما بیشتر عمر خود را در خارج از کولومبیا گذرانده اید. چه نوع رابطه‌ای با کشورتان دارید؟ رابطه عالی با کولومبیا دارم و یک خانه هم آنجا دارم. یک ماه از سال را در کولومبیا سپری می‌کنم. دو موزه در کشورم دارم. موزه بوگوتا که اهدایی من است و دیگری موزه مدلین که کار خود من بود. بیش از 200 اثر من آنجاست. دولت را متقاعد کردم که محلی فوق‌العاده برای آن بیابد. این دو موزه واقعاً بزرگترین مایه خرسندی من در زندگی هستند. کاری که من برای کشورم انجام دادم. اکنون فرایند صلحی بین گروه فارک و دولت در جریان است. موضوع شما در برابر این گفتگوها چیست؟ من امیدوار هستم. امیدوارم که به توافق صلح منجر شود. اگر چنین شود، کشورم نفس راحتی خواهد کشید. اگر آنها موفق شوند، کشور از نظر اقتصادی رشد خواهد کرد. اما همه برای کولومبیا حسن نیت ندارند. این فرایند صلح دشمنان زیادی هم دارد، اما معتقدم که فرایندی برجسته است. سپاسگزارم. Gracias.